خب ترین های سال گذشته با ترسوترین شخصیت سال شروع میشه، علی خامنه ای، که شجاعت دفاع از تصمیماتش رو هر وقت که اوضاع رو به قول اسپانیا چاچبی دیدس نداشته، حرفشو پس گرفته، راحت گفته من نبودم. چند نمونه میگم. دهم بهمن 1400 خامنه ای گفت اوضاع اقتصادی کشور که کارت به استخون مردم رسونده، به گفته خودش، مسئولش من نیستم. آمارهای دهه 90، آمارهای اقتصادی، حقا و انصافا خرسند کننده نیست. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، اینا خرسند کننده نیست. خب آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینی که درباره معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم مربوط به همین چیز هاست. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست، البته تحریم مؤثر بوده بلا شک، اما صرفاً تحریم نیست. بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کمکاری ها و همثال این هاست. تصمیم های غلط، یه نمونه بگم که یعنی میگه شما گرفتین، من که نگرفته، دولت گرفته. 14 شهریور 1400 دستور خامنه‌ای به دولت برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی اعلام شد. از فردای صدور این دستور قیمت لوازم خانگی رفت بالا. 6 ماه بعد لوازم خانگی دو برابر گران شد. فروشندگان لوازم خانگی میگویند در سال جاری هر دو ماه یک بار شاهد افزایش قیمت بودند. خامنه‌ای میاد از ترس اینکه با سر این موضوع مردم به حق یقشو نگیرن یه وقت و اعتبارش تو خودی ها هم باز مخدوش نشه، میگه چرا قیمت های لوازم خانگی رفت بالا؟ من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هست. ما از اینا حمایت کردیم، اسم آوردیم. شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتفاع قیمت پیدا کرده. چرا؟ نبایستی اینجور نبایستی برخورد بشه با حمایتو. چرا؟ چون وقتی وارداتو جلوشو میبندی دست قاچاقچی ها رو باز میذاری. این ساده ترین جواب به بستن واردات. 9 اسفند 1400 50% از لوازم خانگی در بازار قاچاق می شود. 50% از لوازم خانگی قاچاقی یعنی وارد می شن، ولی علنی به فروش می رسن، حتی با گارانتی 10 ساله. باورتون میشه؟ رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی میگوید هم اکنون مبارزه با قاچاق مانند سالهای قبل نیست و میزان قاچاق لوازم خانگی نسبت به گذشته 100% افزایش یافته. آقای رهبر، وقتی ممنوعیت واردات لوازم خانگی رو دستور میفرمایید، میخواهید از ممرضا دیانی پسرآجی مسجد ساز حمایت بفرمایید؟ قدرت خرید مردم براتون اصلا اهمیتی نداره. مردم کیان؟ مردم که خودی نیستن، خودی ها مهمن. پس از گذشته چند هفته و افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و انتقادها نسبت به این موضوع، نشریه اخبار روزانه و داخلی سپاه در همین رابطه نوشت که رسانه ای شدن دستور رهبری انقلاب توسط هر شخص یا جریانی که بوده هزینه ساز بود، هم برای رهبری به دلیل عدم توجیه جامعه نسبت به منطق این دستور و هم برای مردم به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی در کشور. دولت می توانست، سپاه تو نشریه داخلیش میگه و تو رسانه داخلیش، دولت می توانست بدون رسانه ای کردن موضوع آن را اجرا کند.
اما برخی منتقدین از این موضوع به عنوان دستمایه‌ای برای حمله به رهبری استفاده کرده و رهبری را متهم به دخالت در امور جزئی کردند. یعنی همه چیزایی که اتفاق افتاده این در اون متهم کرد. این در حالی است که اولا این تصمیم مقام معظم رهبری مبتنی بر اسناد سیاست‌های کلی نظام در حمایت از تولید داخلی بود و دوم در پاسخ به درخواست یک مجموعه صنعتی صورت گرفت. در پاسخ به درخواست یک مجموعه صنعتی، یعنی همون که گفتم پسر حج دعیانی مسجد ساز، یعنی اولین چیزی که این نچه داخلی سپاه میگه باید یواشکی این کارو میکردیم و رانت آقار میدادین به اون حج دعیانی. تکیه حکومت خامنه‌ای بر خودی هاست، میدانیم این ترس خامنه‌ای از مردم و اینکه تا میبینه بعضی از خودی ها هم داره از دست میده که این مدام این روال ادامه داره، در گذشته بارها بروز پیدا کرده بود. فقط این ماجرای لوازم خانگی نبود. چند نمونه کوتاه بگم و بگذاریم. خامنه‌ای 20 فروردین 94 میگه هیچ وقت به مذاکره، به طور کلی به مذاکره با غرب هیچ وقت خوشبین نبود. من البته هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم. این حرفش مثل همین شعاره‌ای که شنیدین باعث شد که حمله بادم جنور قابچینا و اون تیم رقیب در، یعنی خورد مافیای رقیب در واقع در حکومت، به تیم مذاکره کننده در دولت روحانی با اجازه آقا در واقع شروع بشه. این حمله ها به روحانی و ظریف و غیره تو هیئت مذاکره کننده کشورهای دیگه هم تأثیر میذاش. خب اونا میدیدن که اینایی که اومدن مذاکره میکنن یه چیزی میگن، داخل بهشون حمله میکنن، ایست میدن در واقع بهشون. خامنه ای دید مذاکرات داره میره رو هوا، اون پشت و پسل هم هی میگو برین، حلشون میداد که برین مذاکره کنین. 2.5 ماه بعد از اینکه گفته بود من به هیچ وجه موافق خوشبین نیستم به مذاکره با آمریکا، 2.5 ماه بعد اومد یه چیز دیگه گفت. 2 تیر ماه 1394 بنده هیئت مذاکره کننده را، همین دوستانی که این مدت این زحمات رو بر دوش گرفتن، هم امین میدانم هم غیور میدانم هم شجاع میدانم هم متدین میدانم. این همه بدونید. بعدم تو همین سخنرانیش به صراحت گفت که خودش در جریان جزئیات مذاکرات هست. اگر شما هم از محتوای مذاکرات و جزئیات مذاکرات و اونچه می‌گذرد در مجالس مطلع بودید، به بخشی از اونچه که بنده گفتم حتما از آن پیدا می‌کردید. من البته علاوه بر اینها می‌شناسم این بعضی از این دوستان رو از نزدیک، بعضی رو از دور با سوابقشون میشناسم. اینا مردمانی هستن متدین و امین، اینا امین هستن، قصدشون این است که کار کشور را پیش ببرن، گره رو باز کنن و دارن تلاش میکنن برای این کار. اضافه غیرت ملی هم دارن، شجاعت هم دارن. بعد چی شد؟ بعد آمریکا رسما از برجام اومد بیرون. خامنه ای گفت تیم مذاکره کننده گول خورده. بعضیا میگن آقا مذاکره که اشکال نداره. اشکال مذاکره اینه. شما را از راه صحیح خودت منحرف میکنه، امتیاز را از شما میگیره، اونی که باید بدی رو از شما میگیره، اونی که باید بده رو به شما نمیده. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید. به لبخند او فریب نخورید. به وعده نقد که میدهد، وعده نقد نه عمل نقد، اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت برمیگرده به ریش شما میخنده. انقدر اینا وقیهن، در ظاهر وعده میدن، با زبان چرب و نرم حرف میزنن، اما در عمل توطئه میکنن، تخریب میکنن، مانع از پیشرفت کارها میشن.
این شد آمریکا، این شد تجربه. خب این تجربه به ما میگه این کار سم مهلک است برای ما. خودش تو جزئیات دوازده سال تو جزئیات مذاکرات بوده ها، همه رو میندازه گردن دیگرون. و بعد از اینکه این کار سم مهلکه است، یعنی این مذاکره، دوباره میاد از مهر ماه 1400 میگه مذاکره کنیم، تیم مذاکره کننده جدیدی رو میفرسته برای مذاکره. همین مذاکرات احیای برجام که فعلا با باجگیری روسیه از این مذاکرات متوقف شده. بحث اینجا درباره برجام نیست، درباره نفس مذاکره در قاموس رهبر جمهوری اسلامی و این پشتک زدناش، خلاصه به زبان ساده، از ترس اینکه خودشو یقشو بگیرن. فکر مونه همه کورن، همه نمیفهمن، همه منظورم کور ذهنی است، هر چی بگه همه قبول میکنن. روحانی وقتی که داشت ریاست جمهوریشو تحویل میداد، در برابر این ای ما من به مذاکره بدبینم فلان، نیششو بالاخره به خامنه ای زد. مهم این بود که بفهمید راه مذاکره است، بفهمید راه تعامل با جهانه، این مهم بود. و این الحمدلله تو این 8 سال فهمیدید. اینا خودشون هم دیگر خیلی خوب میشناسن. حالا اینکه اینا، یعنی هم خامنه ای هم روحانی هم رئیسی و غیره، هدفشون از مذاکره کنن مذاکره کردن چیه؟ تعامل با جهانه یا وقت کشی برای تولید سلاح هسته‌ای؟ اینا بحث‌های دیگه است. خواستم فقط یکی دو نمونه از ترس‌های خامنه‌ای رو در پیوند با مذاکرات حساس هسته‌ای گزارش بدم که بیانش در تغییر موضع در قبال مذاکرات، حتی به قیمت قربانی کردن وردستاش که مدام باشون در جریان جزئیات مذاکرات بود، اهمیت داره. ترس خامنه‌ای از فرو ریختن حکومتش بیش از همه شاید در سال 88 بروز کرد، اگه یادتون باشه، در جریان راهپیمایی های میلیونی مردم. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.